کلابی لندن خوش اومدین. امروز اولین روز کاری وحیده و وحیدم تا حالا لندن نیومده بود. دیگه ما تصمیم گرفتیم یه روز زودتر بیایم. در واقع دیشب اومدیم لندن و دیروز عصر اومدیم و یه خور رفتیم چرخیدیم و دیگه الان وحید رفت سر کار و من گفتم من که حالا تنهام امروز رو بریم لندن گردی کنیم و در واقع برای شما ولاگ بگیرم. داستان اینجوریه که اگر وحید بخواد صبح زود بیاد لندن جوری که مثلا ساعت 9-10 سر کارش باشه و از اون برم شب برگرده، بلیت قطارش حدوداً 200 خورده پوند میشه، در حالی که اگر که مثلا زود یه روز زودتر بیاد یه شبم بخواد لندن بمونه ارزونتر براش در میاد. گفتیم که حالا این دفعه اولش بود، گفتم باهاش بیام و اینا. و بچه‌ها لندن یکی از گرونترین شهرهایی بود که من توش هتل رزرو کردم، یعنی واقعا مثلا با قیمتایی که جاهای دیگه میشه خیلی هتلای خوب رزرو کرد، اینجا واقعا میشه هتل خیلی معمولی رزرو کرد. بعد این هتلی هم که الان گرفتم یه هتل 4 ستاره است، ترتمیزه. من این تمیزی و اینا خیلی برام مهمه و لوکیشنش هم خوبه. اینجا رو تازه 140 پوند بود، من تخفیف داشتم از بوکینگ 120 پوند گرفتم. صبونه نداره روش و اگه بخوایم مثلا صبونه سردش جداه، خود هتل مثلا 11 پوند میدی میری صبونه میخوری، که من رفتم نگاه کردم هیچ چیز جذابی نداشت تو قسمت صبونش، سر همین یه کافی همینجا میخورم تو اتاقم و بعد میرم بیرون صبونه میخورم. و ولی خب هتل ترتمیزه و اینا. تور هتلم بهتون نشون میدم. البته من دیشب اینجا خوب استفاده کردم، ولی خب ترتمیزش میکنم و بهتون نشون میدم. بعدش هم بریم بیرون بچرخیم. آماده بشید بریم لندن گردی که کمتر از 24 ساعت تو لندنم و تنهایی میخوام چند تا جای جذاب لندن رو ببینم. شما رو با خودم میبرم. من یه پولیور مشکی پوشیدم با یه دامن کوتاه مشکی با این جوراب شلواریه که توشون کرکیه و خیلی گرم نگه میداره، یه کمربندم میبندم. لندنیا و کلا بریتیشا به نظر من خیلی آدمای خوشتیپن، به خصوص لندن. و یه فرقی که به نظر من انگلیس شاید و کلا شاید اروپا با مثلا آمریکا و کانادا داشته باشه اینه که خیلی مردم اهل این نیستن مثلا با لباس تو خونه و اینا بیان بیرون، یا حداقل تا اونجایی که من دیدم و آدما واقعا خوشتیپ میان بیرون. دو تا چکمه بلند دارم که البته خیلی راحت نیستن، ولی استایلو بهتر میکنم بلش میپوشم. راستی هوای لندن از شمال انگلیس که من تو زندگی میکنم خیلی بهتره و بادش هم حتی کمتره، چون انگلیس خیلی باد میاد. بریم دیگه.
یکی از معروفترین کتاب فروشی های لندن که خیلی قدیمیه و کلی هم ازش عکس و فیلم دیدم تو اینستاگرام. بریم ببینیم توش. برگشتم توی لابی هتل و منتظرم که وحید برسه و دیگه برگردیم. حالا وحید خیلی آدمی اهل سوشال مدیا نیست، خیلی دلم می‌خواستش که بیاد جلو دوربین از اولین روز کاریش بگه، ولی بعید میدونم قبول بکنه. حالا اگه قبول کرد میارمش، اگه هم نکرد که مرسی که توی این ویدیو با من همراه بودین و شما رو در ویدیوهای بعدی می‌بینم. دیگه حالا من امروز یه خورده انرژیم پایین بود، نشد خیلی جاهایی که دلم میخواست بریم و اینکه دست تنهام بودم. یعنی وقتی تنهام خیلی تولید محتوا برام سخته، کسی نیست ازم فیلم بگیره اینا، خیلی چیزا رو نتونستم بهتون نشون بدم دیگه، شرمنده. ان شاءالله تو ولاگای بعدی جبران کنم. خدافظ.